من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های خانم سیمین غانم از اون دست خواننده های ایرانیه که برای رسیدن به خواسته های خودش و آرزوهاش با مخالفت‌های خانواده‌اش جنگیده. توی این ویدیو زندگی نامه سیمین غانم رو با همدیگه مرور می‌کنیم. من اینجا شما رو با زنان الهام بخش و تاثیرگذار آشنا می‌کنم. اگه این نوع ویدیوها رو دوست دارین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو هم فعال کنید. سیمین غانم در 22 فروردین سال 1323 از پدری تهرانی و مادری ساروی در شهر تونکابون به دنیا آمد. پدر سیمین رئیس دارایی بود و در زمان تولد سیمین از تهران به تونکابون منتقل شده بود. سیمین غانم 8 ساله بود که اونها به تهران برگشتند و سیمین از 9 سالگی در جشن‌های مدرسه شروع به آواز خواندن کرد. او در سال 1341 وقتی که 18 سال داشت در مسابقه آموزشگاه‌های ایران در رشته آواز اول شد. سیمین غانم دوره موسیقی سنتی و ردیف رو زیر نظر استاد محمود کریمی گذروند. مدت نیز نزد استاد مرتضی حنانه قواعد موسیقی و سولفژ رو یاد گرفت و با استاد علی تجویدی هم در زمینه موسیقی کار کرد. برای آغاز فعالیت حرفه‌ای با وجود مخالفت‌های خانواده محدودیت‌هایی وجود داشت. او تصمیم گرفت ازدواج کنه تا مستقل بشه و بتونه کارش رو حرفه‌ای دنبال کنه. ایشون میگن به دلیل مخالفت خانواده‌ام برای ورود به دنیای موسیقی با خودم گفتم بهترین راهکار برای من یک ازدواج مناسب است. ازدواج با فردی که درک درستی نسبت به هنر داشته باشد و به من هم اعتماد کند و ضمن رعایت همه موازین اجازه فعالیت موسیقایی به من بدهد. افراد زیادی به خواستگاری من اومدن، اما هیچ کدوم از اونها نمیتونستن نظر من رو تامین کنن، تا اینکه با همسرم آشنا شدم و در همان روزهای اول ازدواج به این موضوع پی بردم که او همان فردی است که انتظارش رو میکشیدم. زمانی که ازدواج کردم 25 سال داشتم و از اون به بعد فعالیت موسیقیم رو به شکل جدی پیگیری کردم. اما به همسرم اطمینان دادم که همه موازین اخلاقی رو رعایت می کنم و کاری نمی کنم که باعث سرشکستگی او بشم. و از دوران جوانیم تا به امروز به این عهد وفادار بودم. او می گوید من به خاطر همه لطف‌هایی که همسرم در طول این سال‌ها به من داشته قطعه بگو ای مرد من ای از تبار هرچه عاشق را به ایشان تقدیم کردم. بگو ای مرد من ای از تبار هرچه عاشق، بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق. سیمین غانم بخشی از موفقیت خود رو مدیون شباهت صداش به دلکش بود. اون درک کرده بود که اگه در چهارچوب موسیقی کلاسیک باقی بمونه نمیتونه برای خودش جایگاهی پیدا کنه و حتی اگه بتونه به مهارت و تکنیک استادانه دلکش برسه باز هم نمیتونه از زیر سایه دلکش بیرون بیاد و در نهایت درباره او خواهند گفت همونی که مثل دلکش میخونه و این باعث شد که سیمین غانم به موسیقی پاپ روی بیاره. او در جهت افزایش مهارت خود از حمایت آهنگسازان توانایی مانند فریبرز لاچینی و بابک بیات بهره‌مند شد و آثار آهنگسازان کلاسیک ایران از قبیل علی تجویدی و همایون خرم رو نیز به زیبایی اجرا کرد. اما مردم او رو با سبک موسیقی پاپ می شناختند. سیمین غانم از حنجره پرقدرت برخورداره که صدای ایشان رو در دسته صداهای بم و کنترالتو قرار داده.
و همچنین ایشان در بیان و القای اوج و حضیزهای عاطفی بسیار مهارت دارند. ایشان تا کنون 5 آلبوم منتشر کردند و از جمله آثار معروف ایشان میشه به گل گلدون من، سیب، مرد من و قلک چشات نام برد. با انقلاب 57 خانم غانم برعکس دیگر هنرمندانی که راهی غربت شدند تصمیم گرفت در ایران بمونه، اما اجازه اجرا، خوانندگی و کنسرت رو از دست داد. ایشون سالها برای اجرا، خوانندگی و کنسرت در انتظار موندن که این انتظار 21 سال به طول انجامید، تا اینکه در مهر سال 1378 مجوز اولین کنسرت ایشون بعد از انقلاب در سینما صحرای تهران برای بانوان صادر شد. اتفاق جالبی در سال 2022 افتاد و شرکت اپل در ایونت سالانه توسعه نرم افزاری خودش بخش‌هایی از ترانه سیب خانم غانم رو با کمی تغییر استفاده کرد. آهنگی که اپل پخش کرد بخش‌هایی از آهنگ الکترونیک در پس خورشید از گروه اودزاست که در اون ترانه سیب سیمین غانم با موسیقی الکترونیک ریمیکس شده. گروه موسیقی اودزا میگه راستش ما عاشق شکار قطعات موسیقی خاصی و قدیمی هستیم و زمان زیادی و صرف کشف کردن این چیزا میکنیم. فکر کنم ساعت 2 نیمه شب بود و ما وسط تور اروپامون در جاده در حال سفر بودیم و تصادفاً به این آهنگ برخوردیم. تحریرهای صدای خواننده بلافاصله ما رو شگفت زده کرد. نوت‌های پیانوی اول آهنگ سری جذبت میکنه، جوری بود که حتی بدون اینکه بدونی اون چه چیزی میخونه با اون ارتباط برقرار میکنی. قدرت صدای خواننده و ملودی فراتر از تصور. من از اون آسمونه actually found out what the lyrics meant. Also they were راستش وقتی ما معنی شعر رو فهمیدیم و دیدیم چقدر شاعرانه است، اهمیتش برامون دوچندان شد. تصمیم گرفتیم واقعا یه کاری باهاش انجام بدیم. And we wanted to do something. و باز هم کلیچه نایت گفته صدای سیمین غانم واقعا بی نظیر و تکه. دونستن اینکه زنانی مثل او در ایران اجازه خوندن ندارن خیلی ما رو غمگین میکنه. دنیا بدون موسیقی دنیای غمگینیه. ما همچنان در حال کشف و کند و کاو در دنیای موسیقی ایرانی هستیم و واقعا دوست داریم کارهای بیشتری با اون بسازیم. و همینطور در بازی پلی استیشن فیفا هم از ترانه ایشان استفاده شده که در نوع خود افتخاری برای این بانوی آواز ایرانی است. سیمین غانم با خانوادش در تهران زندگی میکنه و در هر فصل اجازه برگزاری 2 کنسرت رو داره. این سرگذشت بانو سیمین غانم بود. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین و زنگولش رو هم فعال کنین تا اولین کسی باشین که از ویدیوهای بعدی مطلع میشین.